از روزی که تست درایو معرفی شد، خب سازنده تست درایو و یوبیسافت که سازنده بازی کروه با هم تو رقابتن و هر دوشون شرکت فرانسویان و دوست دارن هر کدومشون نسبت به اون یکی بهتر پیشرفت کنن، بهتر عمل کنن. موقعی که تست درایو معرفی شد و مشکلات تماما آنلاین داشت و اینا، کرو اومد گفتش که من از آپدیت بعدی هم کرو 2 هم کرو موتور فست رو برای شما میتونید آفلاین بازیشون کنید. پشمام و از اون نگذاشت نبرداشت، اومد گفت آقا داداش کرو موتور فست و کرو 2 رو توی قالب باندل گذاشته، گفته فقط 20 دلار با تخفیف، فقط 20 دلار این دوتا. و اگر کرو موتور فست داری و کرو 2 رو نداری دوست داری داشته باشیش، فقط 1 دلار یعنی مجانی. ببین الان دلار چنده، من اینجا آقا فکر کنم 58,000 تومان یا 60,000 تومان، یعنی کلن با سود و اینا بخوای حساب کنی کرو 2 نهایت باید 100,000 تومان برات بیفته. تا 8 روز دیگه ای که این ویدیو رو از این ویدیو ببینین چه روزی آپلود شده، اگه الان همین امروز دارین میبینین، تا 8 روز آینده این تخفیف هست. اگر کرو 2 رو ندارین میتونید به قیمت 1 دلار، واقعا جدی میگم، هم پلی استیشن هم پی سی استیم هم ایکس باکس بخرینش دیگه. واقعا نه علی کوچه پایینی میده 20 سنت. آقا بریم سراغ این ویدیو، اومدم بهتون کرو 2 رو یه نشون بدم که بگم چرا این بازی هنوز ارزش خرید داره، یه ذره بازیش کنیم. درود به همه، خیلی خوش اومدید به کانال داوشیف و من علی هستم. درکتون با یک ویدیو از بازی کرو 2. من کرو 2 رو متاسفانه قسمت نشد زیاد ازش گیم پلی بذارم، ولی از امروز میذارم. من کرو 2 رو روی پلی استیشن، روی PS4 هم داشتم و موقعی که ایکس باکس سیریز گرفتم، اون موقعی که PS5 دم دستم بود، کرو 2 رو اون رو داشتیم، ولی دیگه از خانواده یه ذره جدا شدیم از لحاظ منزلی، دیگه کرو 2 رو آره دیگه خلاصه نداشتم و رو ایکس باکس نداشتمش و دیدم این تخفیف خورده، یه دلار زدم به حساب، گفتم بابا بده بیاد بازیو، چون این بازی فوق العاده است. واقعا به نظر من بعضی جاها از کرو موتور فست شاید بیشتر بهتون حال بده، هرچند کرو موتور فست خیلی آپدیت های خفنی داره عرضه میکنه برای ماه آینده که حتما اونو پوشش میدم، خیالتون راحت باشه. میگم رو پلی استیشن داشتم، من سیوم برای همین این تو نیستش، یعنی توی ایکس باکس، برای همین من تازه در واقع یه جورایی توی این سیو شروع کردم. ببین مپش واقعا بزرگترین حسن این بازیه. چه مپی علی؟ کل آمریکا. اگر کسی نمیدونه راجع به کرو 2 که بعید میدونم، ولی اگر تازه وارد عرصه گیم شدین یا تازه کنسول گرفتین، حتما این بازی رو همین الان بخرین، 1 دلار. ببین به کل آمریکاست واقعا، لاس وگاس، سان فرانسیسکو، لس آنجلس، یه جوری با لهجه میگم که قشنگ فکر کنین وسط آمریکا، خیلی دوست دارم. میامی، نیویورک دیگه، خدایا دیترویت، شیکاگو و تمام جاده‌های بین راهیشون، روستاهاشون، کل مپ آمریکاست بدون یک ذره لگ و قطعی. اگه کنسولت نسل 9 60 FPS بدون مشکل برات اجرا میکنه و توی این بازی مثل فورزا هورایزن 4 برف هم داریم، یعنی بعضی موقع برف میاد. فقط یه ناراحتی که داشتم اینه که متاسفانه من رفتم مسابقه آنلاین بدم توش و زیاد دیگه تو مسابقه آنلاین نشستم، ولی یه خبر خوب این که این بازی از ماه آینده مثل کرو موتور فست میتونید آفلاین بازیش کنید، یعنی الان آنلاین میخواید ولی ماه آینده یه آپدیت دیگه بده، آفلاین بدون اینترنت بشین بازیش کن، عشق و حال بکن. و پلیرهای این بازی توی استیم از 34,000 پلیر همزمان رد شده. کرو 2 رو میگم ها، نگاه کن همین الان من از خونه اومدم بیرون، پلیر رو چقدر شلوغه. شاید سوال باشه برات علی چرا تو تاکسی سواری؟ بچه توی کرو 2 شما میتونی شغل تاکسی داشته باشی، تو سر تا سر آمریکا میتونی مسافر ببری برسونی، مراحل پلیس داری که داره پلیس به کرو موتور فست اضافه میشه، ولی متاسفانه اونجوری که فهمیدم کرو موتور فست پلیسش پولیه، باید 40 دلار گویا پرداخت کنی، ولی مپ جدیدش رایگانه. اما از طرفی کرو 2 پلیساش هم رایگانه و اصلا فوق العاده است. واقعا این بازی فوق العاده است و به نظرم همچنان ارزش بازی کردن رو داره، بعضی جاها از کرو موتور فست بهتره، واقعا میگم. فقط به جز یه بخشی که خیلی عقیده دادم بهش، کرو موتور فست واقعا هندلینگ و خیلی فیزیک بهتری داره و راجع به این نمیشه صحبت کرد. اما مپ بخوایم صحبت کنیم، اصلا جای صحبتی درش نیست که کرو 2 واقعا مپ بهتری داره. و حالا بذار این تاکسی رو عوض کنم، حالا بذار یه ماشین
غیر تاکسی بیارم براتون، ماشین زیاد نه، آودی تی تی فعلا میارم میخواین. این و یه مشکل دیگه که با کرودو دارم و با کرو موتور فست من این رو ندارم اینه که شما اگر بازی رو بخواین دنده ای کنین توی کرودو که من نکردم، من الان اتوماتم. چرا؟ چون نمیتونی جای دکمه دنده ها رو عوض کنی، باید با این دوتا بالایی دنده بدی که من واقعا راحت نیستم اینجوری. و تنظیمات تراکشن کنترل اینا اصلا نداره، یه سیستم عادی داره برای خودش، ولی الباقی چیزا واقعا بی‌نظیره، واقعا خوبه. و آها، دوربین اول شخصش هم اینم بگم اینجوریه فرمونش، متاسفانه که توی کرو موتور فست این مشکل حل شد و کامل فرمون میچرخه. اما باقی چیزا عالیه، گرافیک، همه چی، برف میاد، کلی تنوع داریم. به نظر من تنوع مسابقه های آنلاین و غیرش از کرو موتور فست بیشتره، ولی من همونطور که دیدم متاسفانه من تو مسابقه آنلاین کسی رو ندیدم. مسابقات آنلاینش توی لایو بتل بود اگه اشتباه نکنم. شما توی لایو بتل میرین اینجا میومدین، بعد انتخاب میگم آقا استریت ریس چی دیگه، اینجا فکر نکنم پلیر زیاد پیدا انگار نمیشه. من الان منتظرم، ولی حالا یه ذره منتظر میمونم، ولی بعید میدونم کسی بیاد، چون من دیشا پریشا انجام دادم. شاید جالب نیست، چون من میگم 34,000 پلیر همین الان توی استیم دارن بازی میکنن و برام یه پلیر پیدا شد. برام فقط اینش عجیبه، شاید دوست ندارن اینو بازی کنن، این بخش آنلاینش رو، نمیدونم. اوکی، الان فعلا فرصتش نیست، ایراد نداره، چند تا مسابقه آفلاین میریم، چند تا کار میکنیم. و چیزی که برام جالبه اینجاست که مسابقات آنلاین کرودو هم حتی به نظر من کرو موتور فست جذاب‌تره، چون مسابقه آنلاین یه دونه کلا بیشتر نداره کرو موتور فست، همون گرند ریس 28 نفر توشن. و میگه ببین این کلی مسابقات متنوع داشت، ماشین ضربتی داشت، نمیدونم مسابقه با مسیرهای مختلف با تعداد پلیر کمتر، یعنی مثلا 6 نفر مسابقه بدن به جای 28 نفر، خیلی چیزای متنوعی داشت و به نظر من همچنان ارزش خرید خلاصه داره. الان ما خب الان تو لس آنجلسیم و قبلش میامی بودیم البته، ولی الان توی لس آنجلسیم. من مثلا بخوام کجا رو برم براتون، نمیدونم والا، نیویورک، واشنگتن، کجا میخواین؟ الان از کجا شروع کنیم؟ هواپیما و چیزای بیشتری داره کرودو، لحاظ وسایل نقلیه دیگه، نه ماشینا. و الان دیترویت هست مثلا، و حتی کرودو تعداد پیست های مسابقه بیشتری داره، واقعا میگم خیلی پیست های بیشتری داره. ولی من چون الان تازه دوباره تو ایکس باکس شروع کردم، جای پیست ها رو گم کردم. همه نوع پیستی داره، پیست نسکار هم حتی داره، در صورتی که کرو موتور فست کلا یه دونه پیست داره نه بیشتر. ولی کرودو کلی تام بیشتر شهرها پیست داره. و حالا الان ما یه مسابقه خیابونی کلا میخوایم بریم، به یه فازشو ببینید چجوریه، اینجوری وارد میشدین و با این باید بیام. اوکی، باشه باشه، این استثنا باید یه ماشین دیگه ورداری، با ماشین خودت نیست، باشه قبوله. آب و هواشو خیلی دوستم واقعا، اینکه برف میاد. ببین برف اومدن تو شانسیه، بعضی موقع ها سرورها کل آمریکا یهو برف میاد توش مثلا تو بازی و خیلی جذابه اینش، کاملا رندومه. الان فکر کنم نیویورکیم اگه اشتباه نکنم، آره این مسابقه نیویورک شروع شده و داریم. خیلی بازی ترتمیزیه و میگم همیشه ناراحتم که چرا من بیشتر ویدیو نذاشتم از بازی، ولی در کنار کرو موتور فست میخوایم این بازی هم ازش ویدیو بذاریم اگه موافق باشین البته. اوه هندلینگش ببین، یکی دو هفته بازی کنی اوکی و نرمال میشه برات، ولی واقعا لحاظ هندلینگ و فیزیک کرو موتور فست خیلی بهتر از کرودوه، ولی من واقعا این نقشه رو ترجیح میدم. حالا نمیدونم براتون الان یه تاکسی رونی بریم یه مسافر برسونیم حال میده بهتون خوشتون میاد یا نه، نمیدونم، ولی فعلا مسابقه رو داریم میریم. او 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 ما رفتیم، بای بای. این در واقع ای آی هوش مصنوعی توی مسابقاتش هم خوبه، بعضی موقعا قوی میشه اگه لولش بره بالا، چون میتونین شما هاردش کنین وقتی یه مسابقه رو حالت نرمالش تموم میکنین و واقعا سخت میشه بعضی جا، خیلی کیف میده. همه شهرهای آمریکا رو خوب درآورده، خدا وکیلی به اندازه درآورده. مثلا نیویورک واقعا سایز واقعی نیویورک نیست توی این بازی، ولی خب یه جوری درست کرده که همه شهرها جاشه توی یک مپ و بازی بکشه و شما 60 FPS قفل روی کنسول ها بدون مشکل روی کنسول های نسل نهم بتونید راحت بازی کنین اینو. و دیگه داره آفلاین هم که میشه، کسایی که از تماما آنلاین بعدشون میاد که چه بهتر دیگه، راحت آفلاین بازی کن. کرو موتور فست هم داره آفلاینش میاد برای نوامبر. کرو موتور فست گفتم پلیس داره اضافه میکنه، یک مپ جدید داره اضافه میکنه، BMW M5 کامپیتیشن
اضافه میکنه که من همین الان دارم پول جمع میکنم که به احتمال زیاد میدونم کد این آپدیت رو به من نمیدن و من میخوام حتما این چیزشو بخرم، این پکیجشو. اما خود مپ رایگانه، یعنی اون مپی که به کرو موتورفست و مسابقاتش، مسابقات جدیدی در واقع اضافه میشه، اونا رایگانن، خیالتون از اون بعد راحت باشه. ولی منی که آلتیمیت کرو موتورفست رو داشتم، انتظار داشتم برای کسایی که آلتیمیت $100 پول پرداخت کرده بودن دیگه این رو هم برامون میذاشت که نه دیگه، فقط یه وان پس رو برام گذاشت. حتما تست درایو هم پوشش میدیم، حتما. واقعا تست درایو من این اواخر دارم بازیش میکنم، جدای مشکل و وی پی ان زدن و اینا، واقعا بازی جذابیه. حالا توی ویدیوی اون توضیحاتش رو بهتون میدم حتما و چند تا چیز نشونتون میدم. یه مسابقه آنلاین هم تو تست درایو رفتم، واقعا باحال بود، کیف داد. حالا حتما اینا رو بهتون نشون میدم. دارم رد میکنه ای و سیستم نیترام تو کوردو یه ذره با کرو موتورفست فرق داره. اون قضیه از نصف بالاتر شما نیترو بزنی قدرت بیشتری میزنه، اونجوری نیستش. نیترو سر تا سرش یه حالته. اوه برو بریم. درفت هم فکر کنم مثل کرو موتورفست، بذار ببینم. نه داره، درفت رو داره. خوبه خوبه. آقا چی میخوای؟ بازی واقعا عالیه، خیلی فانه، کلی آپشن داره. شما عمرن، شما شاید تو کرو موتورفست یه جایش خسته شی، ولی به نظر من تو کرو دو شما خسته نمیشی، چون اینقدر تنوع داره. اصلا اولی سرت گیج میره، خب من الان چی برم چی کار کنم، خیلی چیز هست. من به خدا یکی از تفریحاتم تو کرو دو این بود، مثلا لس آنجلس هواپیما برمی داشتم، از فرودگاه تیک آف میکردم میرفتم نیویورک پیاده میشدم، انقدر حال میداد، فاز بود. آقا خط پایان ای 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 ای, ای. چندم سوم بابا دیدی همچین هوش مصنوعیش هم احمق نیست، قویان واقعا. خب اگر بازیای کرو رو بازی کرده باشین میدونین که سیستم دریفتشون فرق داره کلا با بازی ریسینگ دیگه. میگه آقا من ماشین های دریفت بیلد دارم، یعنی مثلا میخوای یه فورد ماستنگ باش دریفت بزنی، دریفت بیلدشو دارم، بعد اونو جدا بخری، مثلا اینها، این شلوی جی تی 15 ولی دریفت ادیشنه. فیزیک دریفتش هم تو کرو دو خوبه، من دوست دارم. و راستش شب باورتون نشه مسابقات، ببین بازی پلیر آنلاین، مسابقات دریفتش رو دیشب یه دونه رفتم. مسابقات دریفت کرو دو به نظر من جذابتر از کرو موتورفسته. کرو موتورفست یه مسیر روی هوا میذاش میگفت دریفت، این قشنگ میبرت توی پیست دریفت، یا مثلا یه مسیر قشنگ و خیابونی میذاره آی که دریفت بزنی توش، به نظر من جذابتره. و فیزیک دریفتش هم اوکیه، خوبه واقعا. من الان دارم دریفت میزنم، شما نگاه کنی خب 100% واقعی طور که نیست، ولی اوکیه. من الان البته بگم یه ذره مبتدی ام، قشنگ براتون دریفت نمیزنم، ولی پلیرهای حرفه‌ای کرودو رو برین نگاه کنین، میبینین چه دریفت های محشری میزنن. و مثلا یه اصلا به همین بهونه میخوای یه مسابقه دریفت بریم، اوکی آقا بلد نبودم متاسفانه. حالا بریم ببینیم چی شد. الان ببین هم اینجا یکی از پیست های بازی رو میبینید، هم مسابقه دریفتشو. اسکور زدنه مثل کرو موتورفست، ولی مسیرهای دریفت جذابتری داره، واقعیه. اوکی اوکی، یه سمت چپ، ماشاءالله ماشاءالله. یه ذره دستم نیومده، باید دستم بیاد. این دریفت مشتی شد یه ذره، اگه زاویه بهتری هم بتونیم بدیم که چه بهتر. آها اوکی 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 اوکی، بکش 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 بکش. با فرمون کرو دو رو نرفتم، نمیدونم فرمونش چجوریه، ولی حتما کرو موتورفست توی فرمون از کرو دو بهتره. اوکی اوف، ببینیم بر حالا، ببینید چه حالی میده جان، عشق و حال، صفا، صمیمیت. شخصی سازیش هم مثل کرو موتورفست خیلی خوبه، شخصی سازی ماشین هاش، فقط یک ذره شاید آپشن کمتر داشته باشه. و یه چیز جالب، من دیشب بعد از اینکه کرو دو بازی کردم یه ذره چند تا ماشین خریدم و بعدش رفتم کرو موتورفست، دیدم که ماشین های کرو دویی که خریدم الان به کرو موتورفست دوباره اضافه شد، یعنی محدودیت نداره. خیلی جالب بود. مثلا من آودی تی تی نداشتم تو کرو موتورفست، ولی اینجا آودی تی تی گرفتم اضافه شد به کرو موتورفستم، خیلی باحال بود. خدا وکیلیش این پشتیبانی یوبیسافت رو داره، ازش خوشم میاد واقعا. این از مسابقه اول دریفتش. قبلا این بخش ایزیش رو رفته بودم، ولی اومدم بذارمش رو مدیومش رو که اسکور بزنم، ولی یادم رفته بود چجوری عوض شده. حالا کاری نداره. ولی مثلا الان رو شخصی سازی بخوام بگم، الان چراغای عقب ماستنگ منو میبینین، چراغای اصلیش خب همونطور که اگه بشناسید این ماشین رو، چراغای عقبش این ریختی نیست، چراغای جلوش هم اون ریختی نیست، من خودم عوض کردم اینو. قشنگ آپشناش خوبه، ببین واقعا خوبه دیگه، جذاب. یه مسابقه آفرود با موتوکراس دوست دارم برم فوق. ببین این مپ کل آمریکاست، بری تو آریزونا بخش صحرایی آمریکا، تو اون بخشش با موتوکراس بری، وای وای من خیلی جذابه. حالا یه مسابقه رالی رید میخوایم بریم، من الان موتوکراس ندارم،
و اینجا اصلا نمیدونم قضیه چیه، راستش رو بخواین یعنی نمیدونم چه ماشینی میخواد بده، مسابقه است یا یک تایم باید بزنیم، ولی با هم میخوایم الان بخش آفرود کرو دو رو هم یه نگاهی بندازیم برای کسایی که نمیدونن، بریم ببینیم چی میشه. مسابقات پیستش هم خیلی کیف میده چون میدونی پیستای متنوعی داره. این شروع شدن مسابقات کرو دو خیلی جذابه، از یه مسیری باید عبور کنید. جالبه. تا الان راستی چنل رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک نکردین حتما لایک کنید. توی این مسابقه آفرود ما فعلا باید یک تایم بزنیم، با کس دیگه مسابقه نمیدیم، ولی یه فیزیک آفرود و مسیرهای آفرود یه نگاهی بندازیم که باهاش آشنا شین اگر نمیدونید. خیلی اینش هم جذاب. ببین مپ خیلی بزرگه، خیلی تنوع توش زیاده و واقعا خسته کننده نیست هیچ جوره دیگه. از این بزرگتر مپ من نمیفهم. شما مثلا میذارم از نیویورک مثلا تا یه شهر دیگه، الان اینجا واشنگتنه، بخوای بری مثلا واقعا یک ساعتی طول شاید بکشه. خیلی جالبه، ولی با هواپیما سریعتر، ولی خب فست ترافل هم داری از اون برات. منطقیه، باید هم فست ترافل داشته باشی تو این مپ. من فکر میکردم ولی جدی گرافیک کرو دو خیلی بدتر از این حرفا باشه، ولی رو نسل 9 اومدم دیدمش نه واقعا خوبه. اوه داداچ برو، پشتیبانی خیلی خوب شده از این بازی. اکتیویتی هایی هست، دی ال سی های رایگانی دادن که آخ ای بابا ببخشید. یه سری مراحلی داره که هنوز هم من نرفتم هم مطمئنم خیلیاتون شاید نرفته باشین، کلی ارزش بازی کردن داره. اون حیوان داشت کرو دو، من نمیدونستم گراز بود. دیشب هم یه آهو دیدم اتفاقا، یادم رفت کرو موتور فستم داشت یا نداشت. اون چی بود؟ گوز بود چی بود؟ اینجا رو با من دارم سعی میکنم به این یارو برسم، به این آب و تایم اونو بزنیم، ولی حاجی خدایی یه ذرم نقطه کور دارم. وای خیلی درخت زیاده اینجا، برو بریم من یه جامپ بزنیم نزنیم. وای خدافز ما فعلا تایم اینو داریم رد میکنیم، ولی الان یک دولت میگم تا 8 روز آینده بگیرین این مسیر رو ما تموم کنیم، بالاخره تونستیم تایم اون یارو رو بزنیم. ببین رسیدیم صحرا، نگاه کن خودت داری تنوع رو همین الان میبینی. پشمای من اینجا کجای آمریکاست که صحرا داره؟ من اینجا رو خوشم اومد، میخوام حالا بعد این ویدیو برم یه گشت و گذاری جوش کنم. چقدر بزرگه واقعا کرو موتور فست. الان دارم فکر میکنم این بیشتر حال میده. مسابقات مانستر تراک هم داره که کرو موتور فست هم داره، ولی خیلی تو این آدم با حال بود، اصلا خیلی خفه. خیلی خوب اینو بزنیم دیگه. چی بریم؟ تاکسی براتون. آقا تاکسی در این حد بدونین که ماشین تاکسی هم داره تو فروشگاه، میتونین بخرین و مسافر ببرین همین. و از اون ور یه ماشینای مخصوص آفرود مخصوص مسافربری هم داره، با اونا میتونین مثلا کسایی که مسیرهای صعب العبور مسافرهای صعب جایی که میخوان صعب العبور برن با اون ماشینا ببرینشون. این تنوع ها رو دوست دارم. خیلی خوب بقیه هست بدم اینجا کجای آمریکا بود. Great Sand Dune بغل Salt Lake City. اوکی باشه ببین اینا رو میگم، این نارنجی ها کسانی که مسافرهایی هستند که مسیر صعب العبور میخوان برن ماشینش رو باید بخریم، که ماشینش اینه. یه ذره گرونه، نمیخوام الان پولش رو بدم. این شورولت سیلورادو 2015 ماشینی پشما که حتما میخرمش. ولی تاکسی هم دو تا مدل ماشین تاکسی داره که من یه دونه فورد کرام ویکتوریا رو دارم و یه در واقع تاکسی خیلی نوستالژی و قدیمی و کلاسیک آمریکایی هم داره که اونم حتما در آینده دوست دارم بگم. خب ما مسابقه قایق راستش فکر نکنم زیاد براتون جذاب باشه، نمیدونم حالا نمیخوایم بریم. یه دونه مسابقه هواپیما اگه میخوایم برای تنوع بریم، آروباتیک باید بزنیم براشون. اما توی هواپیما من قبول ندارم، توی هواپیما در واقع کرو دو رو بیشتر قبول دارم، خیلی راحت تر بود سیستم پرواز توی کرو دو، من اینو ترجیح میدم. هواپیما هم طرح فالاوت والت تک زدم و من فن فالاوت هم اگه نمیدونید. و اوکی از این طرح بهش میشینه. بریم آقا الان باید حرکت بزنیم، به ما میگه چند حرکت بزنم باید امتیاز بگیریم. این خلبانیش و اینا رو هم یه نگاهی بندازین، واقعا بهتره. توی کرو موتور فست به شما میگه که مثلا الان لوپ میخوای بزنی یا مثلا اینجوری رول میخوای بزنی، بعد ترمز دستی رو در واقع بگیری دکمه ترمز دستی رو و بعدش این کار کنی. اینجوری بیشتر دوستا مثل جی تی ای این آزادتری خلاصه راحت تره، اونجوری من زیاد نیستمش و دوست داشتم ای کاش مثل کرو دو بود. بذار یه لوپ بزنم. آقا من لوپ زدم ولی قبول نکردی. بیا الان لوپو زدم دیگه. وای منظره رو برجو چی میگه؟ برل رول بزنیم ببین. ماشاءالله میگه حالا گو آپ وارد. اوکی بریم بالا.
برو آه ماشاءالله. خب اینم انجام دیدیم دیگه، چیکار کنیم؟ گل پسر هم میگه هر کدوم دلت میخواد الان بکن. یک صفحه داره داری میریم توی ابر. به و به و به و به آه گفت حرکت بزنه دی، حواست جمع کن. آها آها بیا بالا سقوط نکنیم. آها خب حالا میگه که یه لوپ برعکسه بزنیم. لوپ برعکس، اوکی. واه پشما منظره رو از اینجا، وسعت مپ رو نگاه کن. میگم بیشترین حسن کرو دو به نسبت کرو موتور فست این مپشه پدر سگ. آخه خیلی جذابه این مپ. برو بریم. خیلی خب این مرحله رو هم تونستیم حداقل امتیازش رو بزنیم. واقعا تنوع بی‌نظیر این بازی، خیلی دوستش دارم و اگر پایه باشین بیشتر ازش حتما ویدیو میذارم. میگم من خودم دوستم بیشتر ازش ویدیو بذارم در کنار کرو موتور فست، نه که کرو موتور فست رو ول کنیم. به خدا منظور رو اشتباه نگیرین یه وقت. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حتما از کرو دو هم ویدیو میذارم. ببین خیلی بازی زیاده من ویدیو میذارم، اوکی. من چون سعی میکنم همه بازی ها رو پوشش بدم و برای همین میگین آقا فلان بازی چی شد، فلان بازی هم قطعا شک نداشته باشین میاد، ولی خب ما باید همه رو پوشش بدیم و یه نفرم من نمیرسم همه رو با هم آپلود کنم. برای همین خیالت فقط از این باید راحت باشه. اینجا رو نگاه کن، حتما این بازی ارزش خرید داره، قطعا قیمتش وقتی مخصوصا اینکه یک دلاره حتما بخرینش. اصلا خیالتون هم راحت، قطعا بخرینش، فوق العاده لذت میبرین. خیالتون هم راحت که هفته یا میگم هفته ببخشید ماه آینده آپدیتی که میده میتونید اصلا آفلاین بازیش کنید، هم این هم کرو موتور فست رو. به نظر من هر دوشو داشته باشین، برای تنوع خوبه. دمتون گرم، تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.